رابطه، همراه میشیم با همکارم خادم کریمی. خادم، یادداشت مقاله جالبی به نظر میرسه، چه جزئیات دیگری داری از این مقاله که دلیل تری رو منتشر کردی؟ محمد، یک کسی که قبل زده تویاس الوود رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا است و عضوی حزب حاکمه، بناهن میشه گفت که حرفش خریدار داره در واقع. به صورت مشخص گفته که زمان تعامل با طالبان فرا رسیده و برایش حداقل 3 دلیل آورده. گفته ما باید با طالبان، مشخصا کشورهای غربی، با طالبان تعامل کنه، به خاطر که در نبود تعامل غرب با طالبان یک کشور در گام اول ممکنه به کام چین سقوط کنه در او چارچوبی رقابت سیاسی و اقتصادی و امنیتی که به هر حال غرب ایالات متحده با چین داره. و علاوه بر او احتمال ای که افغانستان به کام یک چرخه ای از بی‌ثباتی و تروریسم و مهاجرت گسترده سقوط کنه زیاد است. خب میفهمم کشورهای غربی اکثرا وقتی پالیسی های خود میسازند، سیاست های خود تعیین میکنند در خصوص کشورهای مثل افغانستان، کشورهای جهان سوم، منافع خودشان برایشان مهمه، از جمله مهاجرت. این پیشرفتی که درش اشاره کرده، میگه افغانستان پیشرفته، تو چه حوزه‌ای؟ میخواستم بهم برسم که رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا گفته که ما باید تعامل کنیم. دلایلی که آورده، دو تاش به نظر میرسه موجه است، اما سومی به نظر میرسه ماستمالی است، به خاطر که اگر صحت سنجی کنیم ما دقیقا طالبان چی کار کرده در افغانستان در طول 2 سال گذشته که ما بگیم این دستاورد است و اگر خفقانی ایجاد شده در افغانستان دستاورد حساب کرد، بله ما میتونیم بگیم دستاورد است و مردم راضی است. یعنی اگر رضایت مردم را ما معادل با خفقان بدانیم و معادل با سرکوب بدانیم، کسی روزنامه‌نگار نتونه کار کنه، زنان نتونه کار کنه، نتونه تحصیل کنه، اقلیت‌های قومی مذهبی آزادی‌های خود نداشته باشه و خود نداشته باشه و تحت یک فضای استرس و ترس جمعی و حتی یک افسردگی جمعی ما این رضایت معنا کنیم، خب برمیگرده به خودش. به هر حال به این 3 دلیل که آورده، گفته به این 3 دلیل غرب باید با طالبان تعامل کنه. نکته مهمی که در سخنش نهفته است، به نظر من نکته مهم و جالبیه و تا حدی موضوعیت هم داره، این است که طالبان ممنوعیت زنان از کار و تحصیل را به عنوان یک ابزار استفاده میکنه تا بر غرب فشار بیاره و با اونا تعامل کنه و در مقابلش برداشتن این محدودیت از زندگی زنان افغانستان را به عنوان یک نوع عقب کشیدن و امتیاز دادن سیاسی استفاده کنه. خادم، خب طالبان یک گروهی است که پیشینش مشخصه، گروه مسلحی که بارها اعمال تروریستی انجام داده. چرا اساسا غرب میخواد با این گروه مذاکره کنه؟ آیا توجیه داره اساسا مذاکره با این گروه؟ خب واقعیتش این که مردم افغانستان چی میخواین، این بحث جداست. اما غربی ها چگونه به افغانستان نگاه میکنن؟ حتی کشورهای همسایه افغانستان پس از اینکه تسلط طالبان قرار گرفته، به یک سیاه‌چاله امنیتی و حتی مالی تبدیل شده. یعنی کشوری است که اول به نوعی تبدیل شده به یک پایگاه الهام بخش برای گروه های تروریستی فراملیتی، به اونا اعتماد به نفس داده که ما هم میتونیم در کشورهای دیگه کارهای شبیه به طالبان بکنیم. تبدیل شده به پناهگاه امنی برای هزاران جنگجوی فراملیتی که از سراسر جهان از آوارگی و حالت بی‌سرنوشتی پناه بردن به افغانستان. با همین ترتیب افغانستان تبدیل شده به یک سیاه‌چاله‌ای که میشه در اونجا جرایم مالی کرد، پولشویی و مانند اینا. و از جانب دیگه اگر غربی ها با طالبان تعامل نکنه، یعنی نداشته باشن این گروه رو با خود، به صورت اتومات به دامن قدرت های منطقه‌ای سقوط میکنه، مثل روسیه، ایران، اینا، جمهوری اسلامی و چین، که خب در چارچوب رقابت کلان و استراتژیک غرب با چین داره این معنا پیدا میکنه. بنابراین از یک طرف اینا به رسمیت شناخته نمیتونه، به خاطر که خب واضحه که طالبان چی یک حکومتی ساخته. از جانب دیگه منافعشان ایجاب میکنه که تعامل کنه با طالبان تا جلوگیری کنه از اتفاقات بدتری که ممکنه توسط طالبان رخ بده و تبعاتش دامنگیر غرب شود. از جمله مشخص ترین موردش تهدیدهای امنیتی است و مهاجرت. اگر افغانستان دچار بی‌ثباتی شود، به زعم غربی ها
دچار بی‌ثباتی شود. در نبود تعاملی کشورها با طالبا یک از اولین اتفاقاتی که ممکنه بیفته یک مهاجرت سیلاسایی است که امیالم به نظر مشخصا اروپا از مهاجرینش باشد. و اینکه خیلی کوتاه بهم بگو که اون بخشی که در مورد رضایت مردم از طالبان صحبت کرده هیچ مصداقی هم براش آورده یا نه؟ مصداقی نه آورده، اگرم آورده باشه یک چیزای عمومی گفته، اما خب راستی آزماییش بسیار واضح است، به خاطر که خفقان معادل رضایت نیست.